تنظیم کردن وایت بالانس ویدئو اونم به صورت درست و اصولی در پریمیر که ما این آموزش با استفاده از است چند تا پلاگین خود پریمیر انجام دیم که بسیار 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 عالیه سلام رادراب دارم خدمت همه تدوینگرای توی خونه حال تو چطوره حسین باقری هستم از فلات جی اف ایکس ما خیلی خیلی مفتخریم و توی این آموزش برنامه داریم که آ ببینیم چطوری ما میتونیم در پریمیر وایت بالانس خودمون رو درست بکنیم وایت بالانس اگه بخوام ابتدا تعریف بکنم میتونم به میزان طراز سفیدی در ویدیو خدمتتون توضیح بدم حتی شما وقتی که مثلا یه گوشی پوشمند درست درمون داشتید از این پرچم دارای 60 70 میلیون تومانی نه صرفا از همین شیائومی مثلا 6 7 میلیون تومانی هم شما داشته باشید که همون هم خیلی زیاده اما خب وقتی شما داشته باشید میتونید که استفاده از اون وقتی که میخواین فیلم بگیرید و یا حتی میخواین عکاسی حرفه انجام بدید میتونید وایت بالانس رو تنظیم بکنید و به صورت کلی ببینید وایت بالانس اگه بخوام توضیح بدم اینه که وقتی که شما یک صحنه سفیدی رو فرض بکنید توی ویدیوتون وقتی که شما میخواین فیلم بگیرید یا عکس بگیرید دو حالت داره که با توجه به فضای نور محیطتون تو محیطتون خیلی گرم و رنگاشو بیشتر من منظورم و نه دما و تمپرچرش محیط شما یا محیط خیلی گرمیه از لحاظ رنگی یا محیط سردیه و ما الان میخوایم بریم ببینیم که ما چطوری میتونیم یک رنگ س رو که وایت بالانسش عملا به هم ریخته است رو تنظیم رنگ عملا بکنیم خب که البته هر چند ما یک ویدئویی هم در مورد تنظیم رنگ حرفه‌ای در پریمیر داریم که لینکش هم این بالا براتون میاد هم کارتش لینکش هم در دیسکریپشن اگر در یوتیوب می‌بینید براتون گذاشتیم که بتونید اون رو هم پیدا بکنید خیلی به دردتون می‌خوره در پلیلیست پریمیر هست خیلی خب بریم سراغ آموزش ببینیم که دنیا دست کیه اما خب عزیزان ببینید که ما الان یک ویدئویی داریم که وایت بالانسش به شدت افتضاحه و همونطور هم که دارید میبینید اصلا همه چی آبی رنگه حالا واسه اینکه ما بتونیم این آبی رو و رنگی که الان وجود داره رو تنظیم رنگ بکنیم در بیشترین حالت و در در واقع میشه گفت راحت ترین شکل ما میتونیم که از پلاگین لومتری کلر استفاده بکنیم که بسیار بسیار عالیه من وقتی این رو بگیرم و روی ویدئم رها بکنم در قسمت بیسیک کرکشن ما اینجا یه قسمتی داریم که به اسم دبلیو بی سلکتور که معنای وایت بالانس هست حالا ما چطوری میتونیم که وایت بالانسمون رو به صورت خیلی ساده تنظیم بکنیم این ویدئویی که من که الان ضبط کردم این سکن شما دارید وایت بالانسش افتضاحه و با این هم درست نمیشه اما اگه شما ویدئوتون صرفا یه کوچولو رنگش یا زیادی گرم بود یا زیادی سرد بود به رنگ آبی این رنگی بود ما میتونیم که به راحتی هر این کار رو در پریمیر تنظیم بکنیم و تا میشه فضا رو از این حالت بریختی در بیاریم اما خب این رو هم باید همینجا خدمتتون بگم که اگر فضا خیلی افتضاح بود یعنی مثل این ویدئوی من عملا شما باید بتونید تا میشه این رو درست بکنید نمیتونید 100 درصد وایت با... رو درست بکنید خب اما میتونید که اون رو یه ذره معتدل‌تر و متعادل‌تر بکنید برای این کار من از این قسمت وایت بالانس سلکتور من باید میام اون قسمت سفیدی که در تصویر وجود داره رو انتخاب کنم که مثلا من میام روی این هدفونم کلیک میکنم اه همین الانش درست شد انگار اما ببینید نتیجهش چی میشه نتیجهش اینه که من تصویری که دارم همونطوری که دارید میبینید این در واقع دفترچه خب چیزی که وجود داره اینه که این دفترچه باید رنگ سفید باشه دیگه اما خب میبینید که اینجا کلا عملا میشه گفت رنگ سفید من خراب شده چرا تا وایت بالانس تصویر من تا وایت بالانس بیس و بیشتر تصویر من اوکی کنه مثلا به خودم این رنگای سفید به این رنگی که الان شما دارید اینجا میبینید در میاد که خب قاعدتا این خیلی چیز مطلوبی نیست که ما میتونیم با از همین پلاگین سری بزنیم تو گوشیشو داستان اوکی بکنیم اما خب ممکنه که مثلا خیلیاتون در همین حد به کارتون بیاد و در واقع همین قد کارتون رو راه بندازه اما میبینید که انگار چنل های رنگی رو ما میتونیم باز هم روش کار بکنیم من لومتری رو کلا میبندم بیا از این قسمت ابتدا سرچ میکنم کالر بالانس ار جی میگم روی ویدئوم رها میکنم خب همونطور که میبینید الان رنگ آبی ما زیاد توی صحنه است به خاطر همین کنترل رو بر روی کیبوردم میگیرم روی این لایه روی این قسمت بلو کلیک و اون رو برمیگردونم به سمت عقب تر خب باز هم اوکی شد اما خب بعد قسمت رد رو هم تنظیم بکنم مثلا به خاطر همین من نگاه میکنم به چهره تصویرم به چهره خودم عملا این چون این فیلم خودمه دیگه نمیگم که مثلا اگه اینطوری باشه بازم اوکی تره خیلی خب بذارم روی همین قسمت بعدی و کار بعدی اینه که ما با استفاده از ار جی بی این کارو انجام بدیم و باز هم تنظیم رنگ داشته باشیم من اینو میگیرم بر روی ویدئو میگیرم میکشم و رها میکنم تا بیاد لایه زیریم. خیلی خب من از اینجا هم میام این قسمت بلو رو میام کمترش میکنم و ما خب میخوام یه درصد بلویی میخوام توی تصویرم بمونه خب حالا از این طرف قسمت گرین گرین منم زیادی توی صحنه است یعنی تصویر من قشنگ معلومه انگار چهره انگار رنگ سبز لذا به خاطر همین من اینجا کلیک میکنم این رو میارمش پایینتر این تا اینجا الان اوکی کروز رو بیشتر میکنم ببینم تا الان تصویرم به چه شکلی شد خب میبینم که داره اتفاقات خوبی میفته اینجا من ردمو کمی میارم بالا که اونجایی که رد هست که عملا میشه قسمت صورت من و دست من این هم اوکی بشه و در نهایت این رو من یه ذره میارم اینجا تر طولت ببینید وقتی که شما این رو از این قسمت بگیرید ببرید بالا درصد رد بیشتر میشه وقتی این رو بیارید پایین تر درصد رد کمتر میشه توی هر کدوم از این سه قسمت R, G, B, Red, Green, Blue این قسمت و این در واقع مسئله وجود داره خیلی خوب مثلا من این رام از اینجا کلیک میکنم میارم اینجا دیگه باید خیلی آروم آروم روی قسمت های مختلف کلیک بکنید مثلا روی این وسط من کلیک کنم یعنی مید اون بیس تصویر من اگه از این قسمت های بالایی کلیک بکنم میشه هواشی کار من عملن. و خب من میخوام تصویرم هم این قسمت بخوام سفید باشه چرا چون دفترچه من عملا سفیده این رو باید شما ملاک قرار بدید و چهره تصویر من عملا پس چی شد دو تا چیز ملاک باید بشه یک دفترچه من و یکی هم تصویر و چهره من پس این تا اینجا من چند بار کنترل زد و برگرده به حالت قبلی و مثلا من اگه از این قسمت این رو هم از این قسمت مستر این رو بیارم این کنتراست کار من بیشتر میشه که در نتیجه من باید این قسمت های رد رو باید عملا کم بکنم ما به همین سادگی تونستیم که الان تا یه حدی به این وضع افتزایی که ویدئوی ما بود سر و سامون بدیم من میام لایه ها رو میبندم یکی کالر بالانس اوه یکی یکم اصلش این بودا الان شد این و همونطور هم که دیدید تصویر ما از اون فضای سردی که بود کم رنگ شد و اوکی تر شد حالا من آرژیبی رو یک بار دیگه میارم اینجا مثلا اینکه حالا میخوام به رنگ تصویرم میخوام برسم روشن ترش کنم خیلی هم خوشگل و خوب مثلا به این شکل حالا بینم که یه ذره حالت تصویر کار مجنت از حالت میخوام تو بگم صورتی رنگ و فیروز ایمانن که افکتی که معمولا خیلی دوست دارن من این رو دست بهش نمیزنم پولوی کارم رو یه کوچولوم بیشتر میکنم هرچند ولی اگه این کارو که در واقع میخواد روی گیرین بلو و رد کار کنید روی همون کروز قبلی روی این کار کنید خیلی بهتره اما خب در نهایت مثلا من این رو هم یه کوچول موچولو میارم بالا این رو هم میارمش بالاتر الان تصویر من خیلی بهتر شد نسبت به اون وضعیت افتضاحی که قبلش داشت من ریسترش بکنم بینید به این شکله حالا من همون تصویر رو روشنتر میکنم پس چی شد ما از RGB بالانس استفاده کردیم برای اینکه درصد بلو رو ما کمتر بکنیم اینو همش روی 100 درصد بود. ما بلو رو کمتر کردیم از اون طرف رد رو بیشتر کردیم که رنگ صورتمون ابتداعا حفظ بشه و سپس در قسمت RGB Curves ما اومدیم که روی چنل های رنگی کار کردیم اصلا بذارید که من این قسمت رو یک بار دیگه ریستارت بکنم تا با هم اصلا بریم ببینیم ما روی RGB کار کردیم به این شکل شد خیلی خب الان داریم میبینیم که قسمت سب... در واقع میشه گفت رنگ ترکیب رنگ سبز و آبیمون اینجا میبینیم که خیلی به مشکل داره پس به خاطر همین من باید سبز کارم رو ابتدا یه کوچولو از این قسمت بالاشو بیشتر بکنم و بعد این رو به این شکل حالا رد تصویرم اوکی و بلو تصویرم هم یه ذره زیاد میکنم که تصویر من تصویر چهره من عملا خب به مشکل بر نخوره و از این قسمت ردم که اوکیه، سبزم هم باید بهش برسم که وقتی این رو زیاد کنم الان پوستم عالی و اگه از این قسمت زیاد بکنم خب میبینید که بگراندم هم سبز میشه خب که من راقبم که این به این شکل باشه و این هم بلوم هم یه کوچولو بیشتر باشه چون گفتم شما باید دو تا چیز رو ملای قرار بدید یک چهره و دو اون قسمت سفیدی که توی صحنه است شما حتما باید این دو تا چیز رو ملای قرار بدید و در نهایت تصویر ما دوباره به این شکل در اومد که حالا من میتونم از این قسمت کروزش رو هم بیشتر بکنم تصویرم الان خوشگل مشکل به همین سادگی و به همین خوشمزگی تصویری که هیچ کاریش نمیشد کرد ما به همین شکل درستش کردیم که در جرأت میتونم بگم حتی بهتر از لومتری کالر هم در اومد این لومتری کالر اینه و کاری که ما کردیم اینه که این کار خیلی بهتره که همونطور که عرض کردم ما بلو رو کمتر کردیم رد رو یه ذره بیشتر کردیم به خاطر چهره روی سبز کمی کار کردیم چون که متنا... در واقع تضاد آبی میشه سبز که ما سبز رو هم باید حتما حتما ملاک قرار بدیم و ما به همین سادگی با کم و زیاد کردن چنل های رنگی دیدیم که تونستیم که این کار رو انجام بدیم و همونطورم که عرض کردم این قسمت وسط خط میده مید و در واقع میشه گفت بیس کار هست این قسمت بالا در واقع میشه گفت هایلایت ها و قسمت پایین عملا میشه گفت شدو ها و اون قسمت های تاریک صحنه هست که اومدیم که برای همین راحتی اومدیم روی کار در واقع میشه گفت کار کردیم قسمت بالا قسمت لایت قسمت پایین قسمت شدو ها. درستش اینه و در نهایت به همین سادگی و ممنون مشکلی که توی آموزش با من همراه بودید آموزش خیلی سخت بود اصلا این عرق جبین را افتاد و در نهایت ممنون مشکلی که توی با من همراه بودید امیدوارم که این ویدیو به در تو خورده باشه مثلاً خیلی از ویدیو این اتفاق میافته که ما سعی کردیم که این آموزش ببینیم که چطوری ما بتونیم این فضا رو فیکس بکنیم چون که اگر شما مثلا یک پروژه فیلم برداری داشته باشید مثلا فرض کنید به شما کلی فیلم دادن مثلا بخواید تدوین درست تدوینشون کنید میکس مونتاژش کنید موزیک ویدیو نمیدونم مثلا کلیپ جدی حرفه‌ای مصاحبه مناظره چیزای این شکلی اگر تصویر رنگ و نورش خراب باشه این رو خب اول از دیده از چشم فیلم بردار میبینن که آقا فیلم بردار خراب کاری کرده و بعد در وحله بعدی مقصر شما هستید که نمیتونید تنظیم رنگی به این راحتی انجام بدید که ما این آموزش رو هم به شما دادیم که ایشالا کارهای خوب بزنید اگر سوال انتقاد پیش داشتید حتما زیر ویدیو برام کامنت کنید حتما میبینم جواب میدم و در نهایت تنها حمایت شما تنها حمایتی که شما میتونید از ما داشته باشید دنبال کردن ما در سوشال های اجتماعی هست در سوشال ها هست که در قسمت پایین شما میتونید اونها رو ببینید و در نهایت ممنون و متشکر امیدوارم که موفق و معید باشید خدا یار نگهدار شما باشه